دوستان عزیزم به شام شب سوم خوش آمدید. شام امشبمون خیلی خوشمزه است. یک چیزی که راجع به شب سوم بعد بهتون بگم اینه که پرهیز امشب ما 15 ساعت است، یعنی شاممون رو ساعت 6 می‌خوریم که تا 9 صبح فردا صبح بریم برای صبحانه. شاممون ناچوز با گیاهانه. معجزه گیاهان رو دست کم نگیرید. من در طول این پروسه تحقیق در مورد مواد غذایی خوب برای رژیممون خیلی چیزا یاد گرفتم. مثلا واقعا نمیدونستم که ذرت باعث سمزدایی از فلزات سنگین در بدن ما میشه و به ما احساس مود الیویشن یا همون احساس ضد افسردگی میده. لوبیا سیاه کوچولوها حاوی پتاسیم، کلسیم، آهن، فایبر و پروتئین هستند. و اما ستاره امروز غذامون گواکامولی هست، سس آووکادو که میدونیم آووکادو منبع خوبی برای اومگا 3 و همچنین فایبره و باعث جذب بقیه نوتریئنت ها، بقیه مواد غذایی در بدن میشه. خامه ترش هم که همون ساور کریم هستش، یک غذای مخمره و میدونید که این غذاهای مخمر مثل ماست چی دارن؟ باکتریای خوب به علاوه کلسیم. موادمون برای این غذا به دو قسمت تقسیم میشن. موادی که میریزیم روی چیپس های تاکو میذاریم توی آبن و موادی که برای روی غذا هست. اینم ادویه تاکو هست که میتونید توی بازار آماده بخرید. این غذا برای دو نفره که مقدار کالری 637 کالری برای نفری هستش. اینجا 4 تا کاپ از این چیپس های ناچوز داریم که من اینها رو بعدا روی سینه میذارم و براتون توضیح میدم که چجوری درستشون. اول من موادی که میخوایم بذاریم توی فر براتون توضیح میدم. 2/3 کاپ لوبیای سیاه داریم، نصف کاپ ذرت داریم و نصف کاپ هم پنیر رنده شده چدار چیز. حالا این ذرت و لوبیا رو با هم دیگه قاطی میکنیم و به اندازه نصف قاشق چایخوری هم از این سیزنینگ تاکومون میریزیم روش که خوب مخلوط بشه. فر رو برای 375 درجه گرم کردیم و حالا این چیپس ها حدود 20 تا دونه چیپس شدن، میان بین دو تا ظرفی که داریم ذرت و لوبیامون رو تقسیم میکنیم. پنیر چدارمون فقط یه نصف کاپه و باید خیلی مراقب باشیم اینا قشنگ به تمام این چیپس ها برسن و مقدار کمیه راستشو بخواییم. نصف کاپ اونقدر پنیر نیست. اوکی، 5 تا 7 دقیقه اینا رو میذاریم توی فر. این سینی ها برای هر نفرن. تمام این سبزی ها که میبینید هر کدوم نصف کاپن، اینجا کاهو و گیشنیز و پیاز سبز داریم. برای خامه ترش من اینجا 2 قاشق غذاخوری گذاشتم و اینم 1 عدد گوجه هستش. من گوجه ها رو یک مدتیه که دیگه پوست میکنم و تخمه هاش هم در میارم، برای اینکه خوندم که تخمه گوجه و پوستش زیاد برای ما خوب نیستن. اینم که به مقدار دلخواه سس سالسا هست. و اما در مورد گواکامولی اینه که توی خونه میتونین گواکامولی خودتون رو درست بکنین، اما من حاضر آماده خریدم و مقدارش هم 1/4 کاپ هستش. گواکامولی، این آووکادو خیلی زود
رنگش قهوه‌ای میشه. به خاطر همین من تا لحظه آخر روشو باز نمی کنم، ولی جالب اینجا که اینو ببینید، این بسته های کوچولو که از کاسکو می خرید خودشون 1/4 کاپ هستن و خیلی هم خوشمزه و عالی. فقط 5 دقیقه طول کشید تا این چیپسامون آماده بشن. من دیدم که پنیرها آب شدن و به این صورت آمادن. من الان یکیشونو براتون درست میکنم. خب از کجا شروع کنیم؟ از هر کجا که دلمون بخواد. بقیه مواد رو یادمون باشه که مال ظرف دومه. آهو می‌ریزیم، گوجه داریم، بچه رنگ و چه بویی، کی باورش میشه این غذای رژیمی باشه. پیاز سبز داریم، من اینا رو با دست می‌زنم راحت تره. دیگه چی داریم؟ گیشنیز داریم، بحث خامه ترش، عالی. ترش از یکی از غذاهای مورد مواد غذایی مورد علاقه منه که گاهی اوقات با سیب زمینی پخته عالی میشه. و اما سس سالسا رو هر چقدر که دوست داشتید، اینجا من حدود 1-2 قاشق دارم، بزن روش. گواکمولی هم میریزیم، نصف اینجا 1/4 کاپ، منم نصفش رو میزم. دارم همه چیز رو ریختم. یه ریزم لیمو دارم که خب نوش جانتون. یادتون باشه 6 شب آخرین وعدمونه تا فردا که 9 صبح بریم برای صبحانه.